بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. برادران بزرگوار محترم، امروز در خدمت شما مضمون تقدیم میکنم درباره آیت کریمه که امروز تلاوت کردم. این آیت کریمه در سوره نساء میباشد و مشابه به این آیت کریمه یک آیت دیگر است که در سوره بقره است. مفهوم از این آیت است خداوند متعال میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسایی که شما دعوای ایمان دارید، کسایی که شما خود مسلمان بید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال اموال یکی دیگر را نخورید ناحق، اموال یکی دیگر نخورید با باطل، مگر اینکه تجارت والزهد شما انجام گرفته باشد. در دیگه آیت قرآن کریم در سوره بقره که بسیار جالب است که خداوند متعال احکام روزه و ذکر از ماه مبارک رمضان کرد. ماه مبارک رمضان هم چند روز میشه که تیر شد. شاید شما بار بار این آیات رو شنیده باشید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آیات درباره روزه، درباره رمضان ذکر شده. بعد از آیت دبین یک آیت که برای دعا و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، که شما با کثرت دعا کنید. مناسبت از این آیت همراه یکی دیگر از خود یک حکمت دارد. این آیت که در جایی که واقع میشه همراه آیت بعدی و آیت قبلی یک ربط دارد. بعد از آن خداوند متعال در این سوره شما خودتان ببینید باز بیان میکنه که آیا احکام اعتکاف ولا تباشرون و انتم عاکفون فی المساجد. یک دم بعد از ذکر و احکام رمضان و اعتکاف وقتی گیتی شد، خداوند چی متعال چی میفرماید؟ ای کسانی که ایمان آوردید، مال یک دیگر نخورید. چی ربط دارم که ما اول رمضان و روزه آل یک دم گفته شد که شما مال یک دیگر نخورید؟ ربط بین از این آیات چیست؟ ربط شدمی است که خداوند متعال برای ما شما میگه که شما در ماه مبارک رمضان از صبح تا شام حلال و حرام و زردوی از یه اجتناب کردید، نه حلال خوردید نه حرام خوردید. پس شما خودتون بر خود ثابت کردید که هر کدام ما شما توانه زیر داریم که از مال حرام پریز کنید. وقتی که حلال خود ما شما نخوردید در بسته ماه مبارک رمضان از طرف روز، این بر ما شما یک تمرین بود، یک مشق بود که نال دمای رمضان بود. از رمضان حلال بخورید کم از کم، حرام نشتی نام حرام نخورید. و نوحد حرام خداوند متعال برای ما شما در قرآن کریم بیان کرد. بعد از شما خودتان ببینید
آیاتی که بعد از اون صفحاتی که بعد از دستوری بقره میره یک دفع خداوند صفحه بعدی خداوند چی را ذکر میکنه؟ و اتم الحج و العمره لله و در صفحه بعدی الحج و اشهر معلومات یک دفع خداوند درباره حج ذکر میکنه. یعنی چی ربط است؟ او رمضان بود، رمضان برازی بود که نفس خود پاک کنه، تقوا حاصل کنه، متقی شوید. و بعد از این خداوند گفته که مال حلال بخورید، مال حرام نخورید. و بعد از خداوند چی گفت؟ اینا رو وقتی که حج برید، امره مال حلال حج برید. زیرا که شما وقتی که حج برید، امره مال حرام خداوند حجتان را قبول نمی کنید. شما وقتی که تدبر بکنید در آیت قرآن کریم، که چیت آیت امره که دیگه چقدر رفت دارد، چقدر حکمت است، چقدر علوم است در قرآن کریم. من پس سر آیتی که در سوره نساء است که به این مشابه است. خداوند متعال فرمودند که مال یکی دیگر را نخورید به باطل. مگر اینکه تجارت در بین یکدیگر باشه، انتراد منکم با رضامندی یکی دیگر. خداوند بر ما شما اصول بیان میکنند. وقتی که دو نفر برای یکی دیگر تجارت میکنند، کاربار میکنند، معامله میکنند، شرط اساسی در اسلامی است که دو طرف باید راضی باشند. هر دو طرف باید رضامندی داشته باشند. بخش معاملات یک بخش بسیار مهم است در دین اسلام. ما شما اکثر مردم اهمیت از این نمیدانند. اکثر مردم دینداری و تقوا را فقط دینامی میبینند که یک انسان، یک مسلمان پنج بنای اسلامی را بجا میاره، نماز میخونه، روزه میگیره و غیره، میگن که دینامی مسلمان کامل است. یا خودشان در خود دینامی راضی میشن که ما پنج وقت نماز میخونیم، در صف اول در مسجد میشینیم، یا بان حج را کرده باشیم یا عمره کرده باشیم، یا بان زکات رو میکنیم اگر داشته باشیم روزا میکنیم. پس ما فکر میکنیم که دین ما تکمیل شده، در حالی که حقیقت دور نیست. دین اسلام عبارت از ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات و اخلاق است. مجموعه از این پل از اینا دین اسلام است. و یک بخش بسیار مهم در دین اسلام و شما بخش معاملات است که اکثر مردم در این بخش بسیار زیاد کوتاهی میکنند و تقصیر میکنند. شاید کسایی باشند که پنج وقت نماز بخوانند، شاید کسایی باشند که در صف اول در مسجد بشینند، شاید کسایی باشند که هر سال عمره برند و حج بروند، اما در وقت کاروبار، در تجارت رو نشناسند. دینداری و تقوا انسان در وقت کاروبار، در تجارت معلوم میشه. دینداری انسان در مابین مسجد معلوم نمیشه. هرقدر انسان گناهکار باشه، هر کس که در مسجد میاد با خاطر نماز در مسجد میاد. در وقت نماز هیچ کس امره دست خود کس را ضرر نمیرسانه. هر کس که نماز میخونه دست داشته پیش خودش است، کس را نمیزنه. هر کسی که گناهکار، هر چقدر گناهکار باشه، در وقت نماز زبانش امره ذکر خداوند و تلاوت قرآن مصروف است، چشمهایش در پایین میباشه. هرقدر گناهکار باشه، به این خاطر دینداری و تقوا انسان به این معلوم نمیشه که در مسجد میاد. درست است ما مشاهده ایمان را برش میکنم، اما اصل دینداری و تقوا انسان در بازار معلوم میشه، در دکانداریش معلوم میشه، در تجارتش و در شراکتش معلوم میشه. به اون چهره اصلی انسان و تقوا واقعی تقوا انسان در اونجا معلوم میشه. چقدر انسان تقوا داره، چقدر انسان دیندار است. چون که در معاملات و پیسه اونجا وقتی است که معلوم میشه که انسان چقدر تقوا داره. خب آیت قرآن کریم خداوند چی میفرماید؟ از روی از این آیتی که ما براتون تلاوت کردم، فقهای گرام بشمار مسائل فقهی از این مسائل استنباط کردن. هر تبادلی که در بین دو انسان است، و اینو فراموش نکنید که تبادل مالی وقتی که در بین دو انسان صورت میگیرد، حتما باید هر دو طرف یک منفعت و یک فایده داشته باشد. اگر یک طرف فایده بکنه و دیگر نفر نقص کنه و نفر مقابل از این سوء استفاده کنه، بدانیم که این پیسه که از طریق از این کاروبار حاصل میکنه، پیسه حرام است. پیسه حرام ها گفتمید که خداوند در این باره چی گفت؟ که پیسه حرام انسان وقتی که میخوره او بعد از مامت حرام است، مثل که گوشت خنزیر حرام است. وقتی که ما شما تاجر هستیم یا کار میکنیم، در شرکت کار میکنیم، در جای دیگه کار میکنیم،
به طور مثال مثال خود زیاد است خودتان بفهمید. مال میفروشید، عیب مال خداوند بیان نمیکنید برای مشتری. مشتری مال میخره و او خبر نداره که این موتر ما چی عیب داره. ای خبر نداره که این موتر ما مثلا تکر کده یا نکده. یک مثال میگم، یا هر چیزی هر قسم مال باشه. اینه بفهمیم که اون مال که پیسی که ما از مشتری میگیریم و نمودره بر ما شما حرام است، مثل که گوشت خنزیر حرام است. این مال رو پیسه رو ما میگیریم در وسط از این مال ما بر اولاد خود نان را میخریم، بر اولاد خود بر زن خود مال حرام میخوریم. یک وقت میشه که اولاد ما کلام میشه و طغیان و سرکشی میکنن، نافرمانی میکنن. باز میگیم والا چون اولادای ما نافرمانی میکنن، چون اولادای ما سرکشی میکنن. ای که کد عمر خود ما بر اولاد خود مال حرام کنیم، فکر از این نمیکنیم. امیره بگیم که والا اولاد ما چرا نافرمانی میکنیم. و نمو رفت پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام فرمودن که مال یک مسلمان به یک مسلمان دیگه حلال نیست مگر اینکه از صدق دل برش بباشه. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. این حدیث شهید دار قطنی و داشت امام شوقانی هم در روایت و بسیار کتب حدیث دیگر غیر از آن میگن با سند صحیح روایت کرد. چی میفرماید؟ که حلال نیست مال یک مسلمان برای یک مسلمان دیگر مگر اینکه از بطیب نفسه، از دل و جان و از صدق دل برش ببخشه. باز وقتا مردم از روی یک مجبوریت این چیزی میخرن یا میفروشن و نفر مقابل میفهمه و از حالت از نفر دیگه سو استفاده میکنه. باز مردم احتکار میکنن. احتکار به معنی از اینکه در یک شهر، در یک قریه، در یک جای تمام مال که میه وارد میشه و کلش میخره پیش خود نگاه میکنه. وقتی که مردم به مال ضرورت دارن و اینجا دیگه پیدا نمیشه، این از حالت مردم سو استفاده میکنه و به قیمت بسیار زیاد به مردم میفروشه. یک مثالش است. باز وقتا مردم یک کسی ضرورت به پیسه داره، مال خود یک چیز خود میفروشه، نفر مقابل میفهمه که امیل از مجبوریت میفروشه، او قیمتی که داره در نصف قیمتی هم تازو که در کمتر ازش میخره. و در دل یک ازم که من خود دل با دل خود که فکر میکنم که من بسیار بشار است و مال از پیشش باید قیمت کم خریدن، اون نفر دیگه بیچاره از روی مجبوریت دیگه خرید، او خود نمیخواست باید کلار پیسه کنم. بفهمید که مال که خود خریده بر شما اونطور حرام است مثل که شراب، مثل قمار، مثل گوشت خنزیر حرام است. ولی متاسفانه ما شما توجه نمی کنیم در این مسئله. هر مسلمان که بود پرسان کنیم میگه ما گوشت خنزیر نمی خوریم. وقتی که گوشت از بازار می خورم برای مسلمان باید هم تحقیق کنم، میگه ولی گوشت حرام است یا حلال است ما باید بفهمیم. اما در کاروبار، در تجارت، در معاملات خود اکثر مسلمان ها یک ذره تخصیل میکنیم. ما شما در این مسئله یک ذره تخصیل میکنیم. یک کس زیر دست یک کس دیگر کار میکنه. صاحب کار برایش این وقت تعیین کرد که در من قدر وقت رو باید نمی کار انجام بده. او در وقت کار خود این وزنه ای برای ای وقت کار با وسایل کار به طور امانت برش داده شد. این نفر به این وزنه که کار کنم کارهای شخصی خود میکنم. یارو که دل شد میره و رفت دل شد میره ولی پیسه مکمل از صاحب کار میگن. اما قدره که به سایر کار پیسه میده که از این وقت این وقت بیاید و بعد در وقت عراق که دل شد میره عراق دل شد میاید پیسه رو مکمل میگرم. ویلون للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یفسدون. تفسیر از آیت سوره مطففین خودتا ببینید. وقتی که مال میگیره میخواه مکمل حق خدا بگیره. در وقت از این میرسه که خودشون باید کار انجام بدن یا مال به دیگران بدن، دو کمی رو کوتاهی میکنن. تطفیف بگن میره در زبان عربی. کسار مرمانای منتففین یاد میکنن در قرآن دیگه. خداوند اینا رو منتففین میگن. ویل للمطففین، ویل، ویل یک حلاکت و بربادی، با مانای حلاکت و بربادی است. ویل یک نام از جهنم است که خداوند بر از این کسار گفته کسایی که در حق مردم کوتاهی میکنن. زیاد هم نه، منتففین کسار میگن که در ترازو یک ذره کم میکنن. یک گرام کم میکنن، یک قسم کم میکنن به مشتری خود یا برای کسی که از پیش میخره یا برای کسی که معامله میکنن یا برای کسی که شریک است در دکان یا در تجارت در جه، یک کم کم زیاد هم یک روپه دو روپه در جیب خود میزنن. حتی این متففین گفته خداوند که برای از اینا جهنم است
من شما خودتون فکر کنید کسی که با نکها با هزاران به سر پوله از مردم میکنم و از مردم میخورم حال از این در روز خیمان چی خورم؟ اونما رفتم یک کس صاحب کار است، نفر کارگر داره از خود حق عجیل و کارگر با اون وقتش هلا نمیدم. در حالی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند اعطوا الاجیر حقه قبل ان یجف عرقه، حدیث صحیح است، در ابن ماجه روایت شده. پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمودند که اجیر یعنی کسی که پشتان کار میکنند حق از او را بدهید پیش از اینکه عرقش خشک شود. چقدر مردم هستند که کار میکنند ولی روزها و هفته ماها شده که ماش خود از سایر کار نگرفته. ای کل از اینا احکام دین اسلام با شماست. حرام خوری، ما بر خدمت تو نرس کنم، حرام خوری اون چیزی است که انسان را دشمنی در بین انسان را پیدا میکنه. و اینه من نکنم میره قرآن رو میگن خداوند متعال هر جای دیگر قرآن کریم میفرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. این آیت کریمه خداوند متعال میفرماید که شیطان میخواهد که در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند. توسط چی؟ توسط شراب و قمار. انسان که شراب میخوره، شراب خودتان میخواهد دشمنی در بین مردم پیدا کنه نه؟ یک کس شراب میخوره سر ناموس یک کس، ناموس یک کس دیگر تجاوز میکنه. یک کس شراب میخوره امرا یک نفر دیگر جنگ میکنه، در بین دو فامیلا یک نزاع پیدا میشه. یک کس قمار میزنه، امیر اکرم قمار اگر از توسط قمار اگر پیسه هم واصل کرد و پیسه حرام است، خداوند مطمئن میگه که قمار و شراب توسط از این دو چیز خداوند بر عداوت دشمنی در بین شما ایجاد میکنه. شیطان میخواد در بین شما این دشمنی ایجاد کنه توسط از این دو چیز. علی هذا القیاس شما خودتان قیاس کنید اینا امیر اکرم که توسط شراب و قمار دشمنی پیدا میشه، اونم رقم در هر نوع حرام خوری و در خوردن مال حرام در میان مردم ها و در میان انسان ها دشمنی پیدا میشه. امروز ما سوال میکنیم، هر کس میگه که چرا قدر در دنیا دشمنی است؟ چرا در وطن ما قدر دشمنی است در بین مردم؟ چرا در بین فامیلا قدر دشمنی است؟ و اگر ما در جوابش بگیم که جواب از این مشکل ما ورای حل از این مشکل ما در قرآن کریم است، شاید شما بگید که شما ملا غیر از این قرآن قدم رای حل بر ما ندارید. شاید شما بگید که هر گپ شما در دین ختم میکنه، هر گپ شما میگه که گناه نکنید، دنیا چقدر پیشرفت کرد شما هنوز هم در دنیا در باره قرآن و در باره دین گپ میزنید، در حالی که دنیا چقدر پیشرفت کرد. وقتی که ما شما میگیم که مسلمان هستیم به این قرآن ایمان داریم، چرا که قرآن قبول نمیکنید؟ چرا پیغام قرآن قبول نمیکنید؟ وقتی قرآن تعیین خودش میگه که حرام رو میخوره در بینتون دشمنی پیدا میشه. یک نفر مال میراث دیگه خوار بدر میخوره دشمنی پیدا میشه در بینتون. یک نفر زورآوری میکنه تمام زمین های پدر در نام خود میکنن او رو به یک قیمت کم میفروشن، در بین دو برادر دشمنی پیدا نمیشه. از یک گوشت خون هستم، از یک پدر مادر هستم، ولی به خاطر زمین و سبب زمین حرام خوریشم در فامیلا دشمنی پیدا میشن. برادر امرای برادر سالها گپ نمیزنن، خوار امرای برادر گپ نمیزنن، بیادرزاده امرای کاکا، ماما امرای خوارزاده امرای یکی دیگر و سالها گپ امرای یکی دیگر گپ نمیزنن، صرف بخاطر مسئله از پیسه، از خاطر حرامخوری، از خاطر از اینکه یکی مال دیگر میخورن. مال میراث خداوند متعال قرآن کریم، اما قرآنی که باز ما شما واچ میکنیم بالای سر میمانیم، اونم قرآن بر ما شما بیان کرد که مال میراث چی رقم باید تقسیم شد. باز وقتی که تقسیم میراث میشه وقت ما قرآن قبول نداریم. برادر حق میراث بر خوار نمیده، بر خوار بیاد نمیده، بر حتی بر برادر خود را نمیده. این همینطور مثل که در شروع بر تنفس کنم اون همینطور که گوشت و خنزیر حرام است، این همینطوری امیلت هم نمی مال حرامه، مال میراثه که وقتی که به طریقه حرام میخوریم یه مرتب حرام است، مثل که گوشت و خنزیر حرام است. و تاکلون التراث اكلا لما و تحبون المال حبا جما. در سوره فجر قضا میفرمه که شما مال میراث میخورید، اما تو خوب میخورید، شکم سیر میخورید مال میراث.
و می رکم شما خودتان مثال می فهمید در معاشره ما شما باز فساد است که این باید گفته شود باید باید اصلاح کنید. باز وقتا حق مهر دادن نمیشه برای خانم. حق مهر حق است که خداوند تعالی قرآن کریم تعیین کرد. و آتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقتی که خداوند تعالی قرآن کریم در کتاب گفته شد که شما حق مهر باید دادن. ما شما چیکار هستیم که بگیم که والا دل باز یک چیزی رو بگم مقصد باز کی داد و کی گرفت. در مجلس نکاح میشه چهار نفر نمیخوایم کم بیم که چهار نفر اینجا هستن و نشته که ولاگ از پینجا هزار یک روپا کم کنم ولاگ از دار هزار یک روپا کم کنم محق مهرم یک تاکی میتونیم به وقته که به دوین قوم دوین مردم کم نبیم. باز دیگه روز او ده هزار و پینجا هزار کی داد و کی گرفت نکس نکسیش هست نکس میگه نکس میخواد. و البته غیر مستقیم و حق از امی خانم امی خواهیم به طریق غیر مستقیم و خواهیم قدر شرم آیا داره و نمیده که به محق مهرم و پت نگهنی من نزدیک که شوار خود نمیشه در آن که شریعی حق داد باشه و خواهیم شرم آیا ایگه پا نمیزنن و خواهیم شرم آیا تو میبخشن و هر چه یک لکم باشن بودم میبخشن یک کس بر شما یک لکه در دستان بیتن یک لکه برای در دستان بیتن شما هم تو میبخشن بر یک کس دوای خداوند ولی اگر که پیسه جمع شدن پنج دوکان یک دایی یک پنجی داشته باشیم اما پنجی نمیتیم دوای خداوند در این نفر مسئل باشه. کدام انسان است که قدر پیسه را باشه؟ یک سر یک سر یک گروه را کس نمی باشه بود چطور بود؟ به این خاطر بس بیاییم سر از حدیث پیغمبر ما صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. مال یک مسلمان حلال نیست برای یک کس دیگر مگر بطیب نفسه مگر اون چیزی که از دل جان برای کسی که بخشیده باشه. و این در روز قیامت پرسان میشه. در روز قیامت خداوند از ما پرسان میخونه. پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمودن یغفر لشهید کل ذنب الا الدین. که شهید کسی که در راه خداوند شهید شهادت حاصل میکنه شهید میشه در راه خداوند تمام گناه از او بخشیده میشه بی چیزی که تقریبا در زمین برسه بجز یک چیز دین بجز قرض و دین که بالایش باشه. چونکه حقوق بنده را خداوند نمیبخشد تا که خود بنده خوشنه باشد. خداوند حق خود را میبخشد به حیوان است اگر بخواهی میبخشد اما حق بنده را خداوند نمیبخشد. این یک بخش مهم دین ما شماست. ما با بسیار زندگی توجه کنیم هر قدر که مال ما حلال بود اما که فرزندهای ما نسلهای بعدی ما نسلهای هندی ما در دین اسلام میارد اما قدر که مال حرام و مال خانی خود بیاریم اما قدر نحوست دشمنی در بین زن شوهر پیدا میشه دوری و فاصله در بین اولاد و بین والدین پیدا میشه فاصله و دشمنی در بین خوار و برادر پیدا میشه هر قدر که مال حرام و مال خانی خود بیاریم مال حلال در خانی خود بیاریم خداوند در رزق ما کم باشه برکت میتن خداوند در اون کم ما خداوند برکت میتن خداوند ما شما را توفیق بدن چیزی که شدیم عمل بکنیم واخر دعوانا الحمد لله.